چوپان هایی که بر روی عصا را می رفتند. لطفاً برای حمایت از ما کانال را سابسکرایب، ویدیو را لایک و زنگوله را روشن کنید تا از کلیپ های جدید ما با خبر بشید. ناحیه لاندز در جنوب غربی فرانسه در کنار خلیج بیسکای با جنگل های انبوه کاج پوشیده شده است. در واقع اینجا بزرگترین جنگل کاج دریایی اروپا است. شاید بپرسید که کاج دریایی دیگر چجور کاجی است؟ کاج دریایی یک نوع از انواع کاج‌ها می‌باشد که در نواحی مدیترانه رشد می‌کند. اما 100 سال پیش اینجا هیچ کاجی وجود نداشت. به جای جنگل کاج، اینجا دشت بزرگی پوشیده از بوته و تیغ‌های خشک‌شده‌ای بود که بومی‌ها هر از چندگاهی آنها را آتش می‌زدند تا گوسفندان بتوانند در این دشت راحت‌تر بچرند. مردم اینجا گوسفندهای زیادی داشتند، به طوری که در حدود اواسط قرن 19 حدود 1 میلیون گوسفند در این دشت می‌چریدند. نکته جالب درباره مردمان این منطقه این از چوپان‌هایی که این گوسفندها را به چرا می‌بردند، روی چوب‌های بلند راه می‌رفتند. چون استفاده از این چوب‌ها فواید بسیار زیادی برایشان به همراه داشت. یکی از آنها این بود که میدان دیدشان بیشتر می‌شد و می‌توانستند گوسفندها را در فاصله دور ببینند. فایده دیگر این چوب‌ها این بود که قدم‌های آنها را بزرگتر می‌کرد و آنها در زمان کمتری راه بیشتری می‌رفتند. و مهمترین فایده‌اش این بود که آنها می‌توانستند با این چوب‌ها در زمینی که با کوچکترین بارانی نرم و باتلاقی می‌شد راه بروند. در روزهای بارانی همه ساکنین این شهر بر روی چوب‌ها راه می‌رفتند تا از زمین گل‌آلود و خیس‌تر امان باشند. این سیستم رفت و آمد به حدی کارآمد بود که سرعت آنها را مانند سرعت اسب‌ها می‌کرد. این اسب‌ها راحت بودند و می‌شد در بالای آنها نشست و تا برای گذراندن وقت هم بافتنی بافت. البته ساکنین اینجا که از بچگی با همین چوب‌ها راه می‌رفتند به قدری در استفاده از آنها ماهر شده بودند که می‌توانستند همانطور که بالای این اسب‌ها هستند هر چیزی که می‌خواهند را از زمین بردارند. بومی ها به این روش منحصر به فرد حمل و نقل تیچانگوز می گفتند که به معنی پاهای بلند است. این عصا که از چوب درست شده بودند حدود 150 سانتی متر ارتفاع داشتند و کاملا از پا محافظت می کردند. گاهی این عصا اسباب سرگرمی می شدند و با آنها مسابقاتی برگزار می شد. به طوری که تماشاگران زیادی از این مسابقه استقبال می کردند و معمولا در پایان هر مسابقه به برنده سکه های پول زیادی می رسید. جالب است بدانید یک نفر با این چوب ها رکورد هم زده است. او توانسته در سال 1891 مسافت 2800 کیلومتری پاریس تا مسکو را در عرض 58 روز طی کند.